همیهنان گرامی، درود بر شما. هفته گذشته بیانیه‌ای از سوی جبهه ملی ایران درباره لزوم اتحاد در اپوزیسیون. در این بیانیه ضمن شرح وقایعی که در 30 سال گذشته بر کشور ما رفته، ضرورت یک اتحاد بین اپوزیسیون رو یادآور شده. بر اساس منشور جبهه ملی ایران مصوب سال 1382 در تهران که بخشی از آن عبارت است از حفظ یکپارچگی، وحدت ملی، کثرت قومی و فرهنگی ایران و پاسداری از مرزهای بین‌المللی کنونی کشور با یاری همه آحاد ملت ایران جدا از وابستگی‌های قومی، مذهبی. 2. نفی بی‌قید و شرط هر گونه مداخله نظامی و دخالت در امور داخلی کشور به هر عنوان. 3. پایبندی به حقوق شهروندی، به حاکمیت رأی ملت در انتخاباتی آزاد، به استقلال کشور و به مفاد بیانیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن. 4. دولت آینده ایران باید دولتی غیر متمرکز و غیر عرفی باشد. این مهم تنها در صورت تمرکز زدایی از سیستم اداری کشور و جدایی نهاد دین از دولت و حکومت ممکن می‌گردد. 5. استقرار عدالت اجتماعی و ارتقاء سطح رفاه عمومی بر اساس توسعه موزون اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت و درآمد ملی. 6. اتحاد سیاست خارجی مستقل ایرانی بر پایه حفظ منافع و مصالح ملی و ایجاد روابط سالم با احترام متقابل با همه ملت‌ها و کشورها به ویژه کشورهای همسایه. و در پایان هم آمده است: جبهه ملی ایران سازمانی است جمهوری‌خواه که با پیروی از راه مصدق خود را عضوی با حقوق برابر با دیگر اعضای اپوزیسیون می‌داند و برای رهایی و بازسازی ایران همدلی و همکاری با تمام جریان‌های سیاسی دموکرات را ضروری می‌شمارد. جبهه ملی ایران در راه ایجاد اپوزیسیونی توانا، پیکارگر و نقش‌آفرین برای نجات میهن دربند از هر کوششی فروگذار نخواهد کرد. پاینده ایران. جبهه ملی ایران، آمریکا و اروپا. چهارشنبه 13 بهمن 1390 برابر با اول فوریه 2012. این بیانیه رو به طور کامل میتونید در سایت های جبهه ملی ایران در آمریکا با آدرس jephe.net و یا جبهه ملی ایران در اروپا با آدرس jephemilli.info مطالعه بفرمایید. دلیل صدور این بیانیه این بود که بسیاری از گروه ها همکنون در تلاش برای جبهه، شورا، کنگره و به هر حال هر کس در فکر راه چاره است برای نجات میهن در این لحظات بحرانی کشور، و ما به تمام این تلاش ها ارج میگذاریم و در تمام اونها تا زمانی که بر اساس اصولی که خدمتتون گفتیم انجام بشه حمایت میکنیم، در شرکت میکنیم و ناظر هستیم که بسیاری از این جریان ها دموکراتیک هستند. اما به نظر ما نگاه باید به داخل کشور باشه و ما بتونیم یک سهم مهمی رو در انعکاس صدا و خواسته های مردم در داخل کشور انجام بدیم. بعضی از دوستان صحبت از انتخابات آزاد میکنن. البته با انتخابات آزاد هیچ کس نمیتونه مخالفت کنه. انتخابات آزاد یک شاخصه مهمی در دموکراسی هست، اما راه رسیدن به او راه دشوار و سختیه. چطور میشه از حکومتی که هیچ تعهدی به حقوق بشر نداره انتظار برگزاری انتخابات آزاد رو کرد؟ چگونه میشه در جامعه‌ای که پر از تبعیض انتخابات آزاد انجام داد؟ جامعه ایران سرشار از تبعیض هست، تبعیض علیه زنان، تبعیض علیه اقوام ایرانی، تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و نیمی از حقوق شهروندان ایرانی یعنی زنان به طور روزمره زیر پا گذاشته میشه. حکومتی که نتونه
حقوق شهروندانش رو ضمانت بکنه و تبعیض رو از بین ببره، مطمئن باشید که انتخابات آزاد رو برگزار نخواهد کرد. انتخابات آزاد زمانی برگزار میشه که این شرایط مهیا بشه و تا اون زمان با یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی راه درازی در پیش است. اگر این حکومت در شرایط فعلی هم تن به انتخابات آزاد بده، باور بکنید با شرایطی که و امکاناتی که این حکومت داره، آنها هر گونه انتخابات این رو از آن خود می کنند. در ایران صدها هزار مسجد وجود داره که کنترل می کنند از نظر ایدئولوژی و از نظر روانی کل جامعه رو. جمهوری اسلامی درآمدش در حدود 83 هزار میلیون دلار در ساله، چیزی نزدیک به 250 میلیون دلار در روز، و این نشون داده شده که حتی در جوامعی که دموکراسی حاکم هست، اون کاندیدایی که بیشتر پول داره شانس انتخاب شدنش خیلی زیادتره. و این رو ما در همین انتخابات اخیر که در آمریکا در حال برگزاری هست می‌بینیم که اون کاندیدایی که پول بیشتری خرج می‌کنه برنده است در بسیاری از مواقع. اما با وجود این، ما اجر می‌گذاریم بر تمام تلاش‌ها، بر تمام تفکرها، اما خودمون رو درگیر مسائل و بحث‌هایی که فقط به درد خارج از کشور می‌خوره زیاد نخواهیم کرد. نظرمون رو میگیم و از روش رد میشیم. نگاه ما به داخل کشوره و سعی میکنیم که بلندگویی باشیم برای مردم دربند ایران که از امکانات بسیار کمی بهرمندن، و ما این امکانات محدود خودمون رو در اختیار آنها خواهیم گذاشت. هفته آینده گفتگوی خواهیم داشت با یکی از مسئولین جبهه ملی ایران در اروپا و بیشتر این موضوع رو خواهیم شکافت. با سپاس فراوان از توجه شما به این برنامه، با سپاس از کانال یک برای پخش این برنامه، با آرزوی آزادی زندانیان سیاسی، تا هفته آینده، بدرود و پاینده ایران.